شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایط غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روس افزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله های دشمنان ایران قرار می گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهرآگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کویر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک ها و دهستان های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می‌بندم.
به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوه بار شیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.